به نظر من آزادی گوهر انسانه. در واقع اگر آزادی نباشه هیچ انتخابی نمیتونه دارای ارزش باشه. شاید به همین دلیلی که حتی دین به عنوان مقدس ترین پدیده زندگی بشر همواره بر پایه اختیار و آزادی بوده. یعنی در دین گفته نشده که از روی اجبار پذیرفته بشه. و یا اینکه ما میبینیم در ادیان بزرگ آسمانی گفته میشود که هر انسانی میتونه مستقیم با خدا ارتباط برقرار بکنه و چیزی به اسم واسطه بین انسان و خدا وجود نداره. انسان آزاد باشه، انتخاب بکنه و مستقیم هم با خدا ارتباط داشته باشه. البته اونی که دین خاصی رو انتخاب میکنه به طور طبیعی در درون اون دین یک سلسله اموری که به عنوان امور الزامی یا واجب وجود داره به اونها پایبنده. اما این متفاوت از این خواهد بود که دین رو بر پایه اجبار و تحمیل در واقع بپذیره، یا حتی امور دینی مثل جامعه دینی، حکومت دینی، به چیزهایی که به دین نسبت داده می شود اینها نیز از روی به اصطلاح اجبار نخواهد بود و نباید هم باشه، چون با گوهر انتخاب و با گوهر آزادی در تضاد خواهد بود. در بین فقها و علمای اسلامی و به ویژه شیعی که به عنوان کارشناس در امور دین هستند و نه واسطه های بین انسان ها با خدا، چون اصلا چیزی به اسم واسطه ما نداریم، نماینده به این معنا نداریم، بلکه کسانی هستند که در مسائل دینی کارشناسی میکنند، اونها نیز سعی نکردند چیزی رو بر مردم تحمیل کنند. مثلا شما اگر نگاه بکنید آیت الله بروجردی در ایران، آیت الله خویی، آیت الله سیستانی الان در عراق، هیچگاه اینها قیام نکردند برای اینکه چیزی رو به وجود بیارن، جامعه‌ای یا حکومتی رو به وجود بیارن و بعد بگن که این دینی هست و همه باید بپذیرن. تنها آیت الله خمینی بود که در 32 سال گذشته، 32 سال پیش، نظریه ولایت فقیه رو مطرح کرد و در واقع جمهوری اسلامی رو بنا نهاد. بعد از 32 سال ما میتونیم داوری بکنیم که بین جمهوریت یا حاکمیت مردم، حاکمیت ملی با اسلامیت، البته به معنای فقاهت یا اون کارشناسی فقهی که بخشی از روحانیون انجام میدن، همواره یک نوع ناسازگاری وجود داشته. برای مثال در دوران آیت الله خمینی ما اولین رئیس جمهور آقای بنی صدر بود که آقای بنی صدر از درون حلقه نزدیک آیت الله خمینی برخواسته بود، اما به فاصله کمی در زمان کمی با اون بخش اسلامیت که آیت الله خمینی نمایندگی میکرد و ایشون که جمهوریت رو نمایندگی میکرد دوچار ناسازگاری و تناقض شد و نهایتاً اون بخش اسلامیت و فقاهت نماینده جمهوریت رو حذف کرد. دورانهای بعدی هم این تضاد و ناسازگاری همواره وجود داشته. شما ببینید مثلا دورانی که آقای خاتمی باز به عنوان رئیس جمهور مطرح بود یا آقای هاشمی رفسنجانی مطرح بود و دورانهای بعد از اون، همواره این دوگانگی در قدرت وجود داشته بین نهاد
مردم سالار یا جمهوریت با نهاد اسلامیت. و در وضعیت موجود ما میبینیم که آقای احمدی نژاد که در واقع اندرونی ترین یا خودی ترین افرادی بود که از درون حکومت به وجود آمد، چقدر براش تبلیغ کردن، هزینه کردن، آدمهایی کشته شد، آدمهایی شکنجه شد در دو سال گذشته تا ایشون انتخاب شد. ولی امروز ما بار دیگر اون حاکمیت دوگانه و ناسازگاری بین جمهوریت و اسلامیت یا اون کسی که مدعی از طرف مردمه با اون کسی که مدعی نمایندگی خداست یا نمایندگی فقه است، بار دیگه این تضاد و تخاصم و این حاکمیت دوگانه به وجود آمده. و اینها همواره برای کشور هزینه ساز بوده، خسارت آفرین بوده. ما میبینیم سرمایه های زیادی هزینه شده، هدر رفته و در وضعیت فعلی که داره تبدیل به یک بحران میشه این ناسازگاری در درون حاکمیت یا این حاکمیت دوگانه. و یکی از جدیترین بحران ها هم هست در شرایط فعلی. البته ما بحران اقتصادی رو هم داریم به دلیل عملکرد ناصحیح حاکمیت، همچنین بحران خارجی رو هم داریم به دلیل توسعه طلبی های قدرت و بلند پروازی های حکومت، نارضایتی های سیاسی یا چیزی که به عنوان جنبش سبز مطرح شد این رو هم داریم. و چند بحران الان دست به دست هم دادن و نشان داده شده که یا نمودار شده که این حاکمیت یا چیزی که به اسم دوگانه جمهوریت و اسلامیت مطرح شده ناکارآمد هست و شرایط اقتصادی مردم، شرایط اجتماعی مردم، شرایط سیاسی مردم در بدترین وضعیت هستش که الان ما شاهد اون هستیم. من فکر میکنم که میتونیم نتیجه بگیریم که در واقع بین دین و حکومت سازگاری وجود نداره. یعنی به هر حال دین امر معنوی است، امر شخصی است، امری است که مربوط به خود افراد هست، ولی سیاست و حکومت مربوط به عموم مردم هست، یک امر عرفی است. و ما نمیتونیم دائم شاهد جنگ قدرت باشیم و جنگ و ناسازگاری بین نمایندگان ملت با کسانی که ادعای نمایندگی خدا رو دارن و سعی میکنن با زور و جبر خواسته های خودشون رو تحمیل کنن، در صورتی که اصلا در دین جبر و اکراهی وجود نداره. من واقعا خوشحالم به عنوان یک مبارزی که از 16-17 سال گذشته در مسیری قرار گرفتم که همین بحث ها رو مطرح کردیم، نوشتیم، گفتیم و بیش از این هم نبود. یک راه مسالمت آمیز، راه مبارزه عدم خشونت بر پایه آزادی خواهی، عدالت خواهی، دموکراسی خواهی. و این راه روشن رو الان ثمرات و نتایجش رو داریم میبینیم و اینقدر این راه شفاف هست که همه جنبش های اجتماعی، جنبش زنان، جنبش دانشجویان، جنبش کارگران، جنبش اقوام، جنبش فرهنگیان، همه اینها در واقع در همین مسیری که از پیش هم البته در تاریخ ایران به نحوی وجود داشته، اینها توی این مسیر کلی با هم دارن حرکت میکنن و اینقدر این مسیر مسالمت جویی و آزادی خواهی قانونی است و در واقع مردم پسند هست که به راحتی حتی کسانی مثل موسوی و کروبی، شخصیت هایی که زمانی پایه‌گذاران جمهوری اسلامی بودند، در این مسیر قرار می گیرن و بحث آزادی خواهی، انتخاب آزاد،
حقوق اساسی ملت، اعلامیه جهانی حقوق بشر و التزام به اون، به آزادی انتخابات، آزادی احزاب، آزادی قانون و همه اینها رو دارن مطرح میکنن و اینها در واقع مسیر انقدر روشن است که من بعید نمیدانم که آدمهایی مثل مشایی و دیگرانی هم که به هر حال با اقتدارگرا و اون قدرت مطلقه مشکل پیدا کردن و در آینده قطعا مشکلات بیشتری پیدا خواهند کرد، این راه براشون بازه و مطمئن هستم اونها هم به همون میزانی که از حاکمیت اقتدارگرا فاصله میگیرن به این سمت خواهند آمد. این مسیری است که من باور دارم ملت ایران انتخاب کردن، جوانای ایران، زنان و مردان و دختران ایران انتخاب کردن، البته هزینه های زیادی دادن و اون هزینه ها رو هم باید باز هم داد، اما ما رسیدیم به مراحل نهایی اون حکومت دینی که در واقع ناسازگاری بین حاکمیت ملی و قوانین فقهی تعیین شده از سوی فقها رو در بر داره و این ناسازگاری به وجود آورده و بحران ایجاد کرده، در یک بنبستی قرار گرفته که من فکر میکنم که اون راه دموکراسی خواهی و راه مبارزه مسالمت آمیز برای حقوق بشر پیش ملت ایران، پیش روی ملت ایران گذاشته شده، چون غیر از این راهی نیست. و اتفاقا طیف های گوناگونی که من برشمردم بخش هایش رو، اینها بحث همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر رو مطرح کردن و گفتن که ما خواهان این هستیم که قانون اساسی به شکل دموکراتیک تغییر بکنه، اصول مخالف حق حاکمیت ملی حذف بشه و اصول مربوط به حاکمیت ملی و حقوق اساسی ملت بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های مربوطه اینها مورد توجه قرار بگیره. و این جنبش، این حرکت و همه آزادی خواهان ایران امروز مصمم هستند که به خواستهاشون برسن. ما مطمئن هستیم به این راه خودمون و مطمئن هستیم که مسیرمون اگرچه طولانی بوده، اگرچه سختی های زیادی تحمل کردیم، برای گفتن حرف هامون، برای نوشتن هامون به زندان افتادیم، فشارهای زیادی رو تحمل کردیم. خب شما دوستان عزیزم الان ما دور هم میشینیم، میبینید که همه ماهایی که الان اینجا هستیم با هم میشینیم صحبت میکنیم، واقعا ماها که تروریست نیستیم، که ماها که خشونت طلب نیستیم، ما یه آدمایی هستیم بر اساس حقوق اساسی خودمون آمدیم، حرفایی زدیم، نظریاتی رو مطرح کردیم و حکومت فقط به خاطر اینکه از ما میترسه، از حرفای ما میترسه. در واقع حرفا هم همین چیزایی است که الان ما با هم مطرح میکنیم، این حرفا رو با هم میزنیم، ما رو به حبس‌های سنگین محکوم میکنن. و من اصلا باور ندارم که این سرکوب و این در واقع برخوردهای خشن و زندان و نمیدونم چیزای دیگه بتونه مانع حرکت ما بشه. ما مصمم هستیم، من به عنوان کسی که سخنگویی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران رو دارم، میتونم از طرف جنبش های آزادی خواهی ملت ایران این رو بگم که ما مصمم هستیم، هزینه اون رو پرداخت کردیم و پرداخت هم خواهیم کرد، به حقوق خودمون پایبندیم و میشناسیم حقوق خودمون رو و حتما هم به خواسته هامون دست رسی خواهیم یافت. اراده ما مصمم هست، مردم ما باید زندگی متناسب با شأن خودشون رو داشته باشن، این فقر و این نابسامانی و این شرایط سخت مردم باید از بین بره، باید برسیم به حکومتی که برگرفت بر خواسته از رأی اکثریت قاطع ملت ایران باشه، بر پایه دموکراسی، حقوق بشر، جدایی دین از حکومت و احترام به حقوق همه اقوام، احترام به حقوق همه انسان ها، همه ایرانیان، صرف نظر از عقیدهشون، جنسیتشون، زبانشون. و ایران دارای نزدیک به 30 استان یا ایالت هست و می شود به عنوان یک کشور مقتدر فدرال در واقع دموکرات در منطقه
مطرح باشه. ما آرزو داریم برای آزادی ایران، سربلندی ملت ایران. این چیزیست که در واقع ما خواهان اون هستیم و برای اون داریم تلاش میکنیم و فکر میکنم راه طولانی نمونده تا بتونیم به خواسته اصلیمون برسیم.